بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه در این شرایط سخت و بحرانی مبارزه با کرونا قوی و مقاوم وایستاده باشید. امروز یه خبر خیلی خوبی صبح زود دریافت کردم و تماس گرفتم با دوستم آقای بها ابهری. گفتم آقا چه خبره 11:30 صبح 8:30 صبح کالیفرنیا؟ مگر کله پاچه فروشی و آش فروشی به این زودی؟ فکر کنم به خاطر برنامه ساعت ایران و اروپا این ساعت رو انتخاب کرده و اینکه ایشون شخص سحرخیزی هست. آقای ابهری، سال نو رو به شما تبریک میگم با همه این مصائبی که داریم و امیدوارم سالی بهتر از سالهای قبل باشه. و دیدم توی اون نوشته‌ای که شما گذاشته بودین برای دوستانتون، گفته بودید که شما میخواین مقداری درباره چه باید کرد. من در حین صحبت‌های شما اون صفحه‌های فیسبوک شما و صفحه وبسایت شما رو هم نشون میدم. ضمناً به دوستان میگم آلردی آمدن. بله خیلی ممنون دوستان. آقای خار روحی اسم دخترمه، منم روحیه. بله روحی خالقی و آقای امیر حسن، بله دارن میان دوستان. آقای قوانلو هم میان اندک اندک نرم نرم جمع دوستان میرسن. آقا من ساکت میشم چون منو ول کنی شنبه هم هست، تا دوشنبه برات صحبت میکنم. آقا خیلی خوش آمدی و خوشحالم که با شما هستیم. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سراسر جهان، بفرمایید. سلام خدمت شما و همه دوستان، خوشحالم که با کمک شما سر ساعت 8:30 تونستیم برنامه رو شروع کنیم. این برای من خیلی مهم بود و شما به سرعت اینو آماده کردیم. همینطور از حضور همه دوستان متشکر و ممنون هستم. سال نو انشالله سال بهتری باشه و تلاش منم همین در همین صفحه چه باید کرد اینه که سال بهتری باشه. سالی که این برنامه دوست دارم ارائه کنم به دوستانم اینه که درباره تحول از درونه. تحول از درون برای همه از خود شروع میشه و اینکه چه چیزهایی رو حاضریم فدا کنیم، حاضریم بهاش رو بپردازیم برای رسیدن به چیزهای بزرگتر و بهتر. بنابراین این نیستش که فقط یک گروه، یک شخص، نه، یه به اصطلاح حرکتیه که همه از خودشون شروع میکنن. بیرون نگه داشتن به طرف دیگران مفهومی نداره. هدف ایجاد یک پلورالیزم بومی ایرانیه، نه هر پلورالیزمی، نه هر دموکراسی. اون چیزی که با شرایط و فرهنگ ایران بخونه، با به اصطلاح فرهنگ سنتی ایران که ممکنه منم بهش معتقد نباشم، باز باید بخونه، باید هماهنگی داشته باشه و هر کسی از درون خودش حرکت بکنه. از درون مثلا اگر یه چیزی رو ما میدونیم، نمیتونیم از رهبرانی که دوست داریم اون رو پنهان نگه داریم. اگر همه کسانی که در این گفتگو شرکت میکنن فیدبک های خودشون رو، انتقادات خودشون رو، پیشنهادات خودشون رو، اون چیزی که یاد میگیرن با رهبران خودشون صحبت بکنن در این گفتگو، خب مسئله جامعه شروع میشه به حل شدن. در این صفحه چه باید کرد که دوست دارم روی اسکرین بذارمش، از تحول از درون شروع میکنم به خاطر سابقه چیزی که دارم، به خاطر سابقه کاری که دارم. من 41 سال آمریکا هستم، نزدیک به 30 و چند سالش رو در محیط و جو و فضای ترانسفورمیشن بهش تو آمریکا میگن، یعنی تبدیل شدن، سپری کردم، کمک کردم در به اصطلاح این فضا پس از فارغ التحصیلی و اون رو دقیقاً مساوی و موازی با توبه دریافت کردم. توبه برای ماها معناش باید روشن باشه که فقط معناش بازگشته، همین بازگشت. یه راهی رو شما میری میبینی اشتباهه، بر میگردی. هر چقدر هم سریعتر اتفاق بیفته این بازگشت، خب به زندگیت بیشتر میرسی، به کارات بیشتر میرسی. یه دیواری که جلو بسته هست که آدم نمیتونه بره جلوی دیوار بسته بیسته، باید مسیرش رو عوض کنه، اون میشه توبه. و واجبم هست تا وقتی که چیزی رو فهمیدیم باید مسیرمون رو عوض کنیم. وقتی چیزی رو دانستیم، وقتی مدرکی رو دیدیم، سندی رو دیدیم و که
خودمون هم راضی هستیم، وجدانمون هم راضی هستش که داریم اشتباه میریم، بلافاصله باید مسیرمون رو عوض کنیم و باید دیگرانی هم که همراه ما هستن آگاه کنیم که اینجا در رأس، اینجا ممکنه پرت بشیم پایین. اگر چیزی رو در جلو میبینیم، این وظیفه ما هست. آقای هری ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم. اولا اجازه هست که ما اگر سوالی پرسشی باشه بیام یا صبر کنیم آخر کار؟ به چه صورت شما میخوام برنامهاتون رو این؟ اگر در همین قسمت پرسشی دارین بفرمایید. ببینید شما چون مسئله توبه رو میگی، توبه کسی میکنه که خودتونم الان گفتید که متوجه میشه اشتباه کرده، حالا راهش رو عوض میکنه. بلا فاصله در مغز شنونده ها این سوال میاد که شمایی که اشتباه کردی از کجا معلوم که الان اشتباه نکنی و ما چند مدت دیگه شاهد این نباشیم که شما از این مثلا کار هم توبه کنی. حالا ما اصلا کاری که شما انجام دادید یا میدید برامون مهم نیست، داریم در اصل یه ماجرایی رو بررسی میکنیم و این همون چیزی که من به بعضی ها مثل اگه بهش بتونم اسم ببرم، مثل مثلا آقای ایرج مصداقی دیگران میگم آقا شماها راهی که رفتید غلط بوده، حالا بیاین ببینید دیگران چه کار میکنن، نه که بیاین دوباره پرچم بگیرید دستتون به دیگران بگید پشت سر من راه بیا. البته شما، من اونجوری ندیدم تو سابقه، هر جا دیدم دیدم به دیگران کمک کردید، از وقتتون از پولتون گذاشتید به دیگران کمک کردید. همین ماجرای خودشناسی، همین چه باید کرد، همین looking for truth و اون صفحه هم که میخواین اگه همین هست من از اینجا میتونم نشون بدم که دوستان برن ببینن و اگه صفحه دیگه هم هست لینکش رو برای من بفرستید، من از اینجا نشون میدم. وقتی از اینجا نشون بدین کیفیتش بالاتر. بفهم چه دلیلی همین صفحه هست. بله. در پاسخ به سوال شما دوست دارم بگم که این مسئله لحظه‌ایه. در این لحظه به اصطلاح من متوجه میشم که مسیر مثلا خشونت اشتباهه، مسیر حذف، مسیر سرنگونی، مسیر جنگیدن با یک ایرانی که به جایی وابسته نیست، ایرانی عقیدش اونه. من وقتی که متوجه شدم این اشتباهه از این مسیر برگشتم، این که حالا الان مثلا یه روزی دوباره ممکنه فکر کنم نه حتما باید خشونتی باشه، من فکر نمی کنم هیچ وقت اونطوری بشه. آیا احتمالش وجود داره؟ در رهبران دنیا دیدیم کسانی که همیشه به اصطلاح اشتباه کردن، بعد دوباره اشتباهشون رو با یه اشتباه بزرگتری ادامه دادن، باز دوباره گفتن ماها اشتباه کردیم و یه اشتباه گنده تر کردیم. بله هست، وجود داره، ولی اون نباید ما رو بترسونه. این مسئله تغییر از درونه و وجدان خودمون. یعنی اگر متوجه شدیم که مثلا خشونت از هر طرفش بده، خشونت انقلابی نداریم، خشونت ضد انقلابی نداریم، اون پاسدار ضد انقلاب بود، ما کشتیمش، ما کاری انقلابی کردیم، اینو وقتی که من نپذیرفتم، اگر پذیرفتمم خب اگر موزم در این باره عوض شد، اگر فکرم در این باره عوض شد، هر کسی مختاره، هر کسی به اصطلاح آزادی انتخاب داره. منم الان انتخاباتی نیست که بگم که مثلا من در اینجا میخوام کاندیدا بشم و شما به من رأی بدین، نه، یه دعوت همگانیه، یه پیشنهادیه که به نظر من دنیای غرب بعد از انجل دیویس و اون پلنگ‌های سیاه و اینا که تو آمریکا کلی به خشونت به اصطلاح دست می‌زدن در دهه 50، در دهه 60، اینا همگی جای خودش رو به همین تحول از درون داد. یعنی هیچ کس در آمریکا الان اعتقادی نداره که تحول باید مثلا مثل تحولاتی که در خاورمیانه می‌بینیم، تعویض حکومتایی که در ایران دیدیم و می‌بینیم و بعضی آرزو دارن، اینا نیست، اینا گذشته. جامعه به یه جایی رسیده که میگه باید تغییرات دیرپای فرهنگی در جامعه ایجاد بشه، زمینش ایجاد بشه که وقتی تغییر انجام شد تغییر یه تغییر دیرپا باشه، تغییر یک تغییر ابدی باشه. و امیدوارم با این سخنان دراز جواب شما رو داده باشم. هر ده. کسی مسئول خودشه در ده. خلاصه به جواب شما. با این جواب شما سوال دیگه ای برای من درست شد که گذشته شما چی بوده؟ برای دوستانی که ممکنه با شما آشنا نباشن،
چه کاری انجام دادید که امروز به این نتیجه رسیدید که اون کار حالا حتی اگه اشتباه هم نبوده در این زمان در قرن 21 دیگه به اصطلاح کارایی نداره؟ یه مقداری از خودتون برای افرادی که تازه با شما آشنا میشن بگید که بها ابهری کیه، چجوری 41 سال در آمریکاست و امروز تصمیم گرفته دنبال حقیقت باشه و چه باید کرد رو پیدا کنه. ولی در گذشته من باید بگم زمان انقلاب من یک جوان 20 ساله بودم، هم در ارتش شاه بودم هم در ارتش جمهوری اسلامی. در خرداد 57 من رفتم سربازی، خرداد 58 هم پایان خدمتم رو گرفتم در دولت بازرگان و مهر 58 هم من اومدم آمریکا. پیش از انقلاب یه مقدار زیادی از این کتاب سفید جلد سفیدا از شاید مثلا همون 19 سالگی و 20 سالگی که فروش کتاب آزاد شده بود، یه مقدار کار فرهنگی با فروش کتاب و اینا میکردم در ایران. وقتی که میومدم آمریکا منتقد جمهوری اسلامی بودم ولی هوادار خاص مجاهدین نبودم، هوادار یه 5 گروهی بود که مثلا روشنفکرای زمان مثل دکتر حبیب الله پیمان که من بهش بیشتر گرایش داشتم، یا جاما دکتر کاظم سامی که خیلی دوستش داشتم خدا رحمتش کنه، و یا جنبش مال دکتر اسقر های سیف جوادی. اینا با همدیگه یک کاندیدایی معرفی کرده بودن، یه به اصطلاح برنامه های مشترکی داده بودن که بیشتر طرفدار اونا بودم. و اینجا که اومدم یواش 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 به دلیل همون خوندن اون کتاب سفیدای دکتر شریعتی یا دیگران یه مقداری چیز فرهنگی داشتم. بعد دعوت شدم به انجمن دانشجویان مسلمان و به اونا پیوستم برای دفاع از حقوق اونا که اونا مظلوم هستن. بعد میدونین مظلوم نماییاشون بیشتر شد بیشتر شد تا دهه 60 که کار به خشونت کشید. من خیلی فعال بودم در زمینه دبیر فرهنگی یکی از شهرستان ها شهرستان لوگان یوتا بودم و بعد از اونم در فلگستف یه مقدار باشون فعالیت میکردم. مقدار عمدش روی به اصطلاح داشتن حقوق بشر و حفظ حقوق بشر برای اونا بود. بعدها به این نتیجه رسیدم که دفاع از حقوق بشرم نباید انحصار به انقلابیون داشته باشه، همون خواستارها هم البته اینو اخیرا به این نتیجه رسیدم بعد از سالها، ولی دفاع از حقوق بشر باید برای همه بشرها باشه. یعنی اون پاسداری هم که در ایران قربانی اینا بود، قربانی ترور اینا بود، اونم حقوق بشر داره. و یه مقدار به اصطلاح افکارم رو متعادل کردم. الانم که دیگه مجاهدین شدن واقعا اجاره ای و مزدور قدرت های بیگانه. البته من سالهاست همون بعد از ازدواج مریم و مسعود من همون موقع ها ارتباطم رو باهاشون قطع کردم، یعنی 2-3 سال شاید فقط گمراهی طرفداری از یک فرقه خاص بودم و این گذشته و سابقه من به طور خلاصه خدمت شما. چجوری شد که به اینجا رسیدم؟ این وبلاگ رو من 15 سال پیش با bahaabhari.net شروع کردم. یه چیزی که اطلاعات عمومی بود، من فکر کردم مثلا به درد مردم میخوره، توش میذاشتم به صورت یادداشت‌های خصوصی خودم. بعدها دیگه گفتم یه خود جامعه ترش بکنم که و شاید ایشالله تبدیل به ارگانیزیشنی بکنم که همه دوستان از همه فرقه ها وقتی که به حقیقتی در هر موردی میرسند جایی برای پخشش وجود داشته باشه، یه چیز فرافرقه‌ای باشه، یه چیز فراگروهی باشه، فراجناهی باشه و فقط روی حقایق به اصطلاح من چیز بکنم و از هر کسی حقیقت رو بپذیرم. بنابراین اون اسم .org رو براش انتخاب کردن، lookingfortruth.org، و این به این صورت متولد شده. به هیچ جایی هم بستگی نداره جز به خود من، هم بودجهش هم نوشتارش بیشتر، ولی بعضی از دوستانم برام چیزایی فرستادن و در صفحات مختلف موجوده. شاید مثلا 10-15 تا مقاله اگه لابلاش بگردین هست از دیگران یا کتاب. بسیار ممنونم، شما ما رو بردید اون زمان و اون کتاب‌های جلد سفید. برای دوستانی که احیانا نمیدونن اون کتاب‌ها چی بود یه توضیح بدید چرا جلد اون کتاب‌ها سفید بود؟
برای اینکه غیر قانونی بود اولش، بعدها دیگه کاری نداشتن، ولی روزای اول خیلی کشمکش و اینا هم اتفاق می افتاد جلوی کتاب فروشی های عمده فروشی ها و اینا. این کتاب ها خیلیش مثلا با اسم دکتر شریعتی به اسم دکتر علی مزینانی می نوشتن یا علی سبزواری می نوشتن یا همینطور کتاب های به اصطلاح همه گروه های در حقیقت اون کار غیرقانونی عمومی فضای سیاسی رو باز کرد که بعدها دیگه باش کاری نداشتن. مثل همین مسئله حجاب، یه اصطلاح واکنش عمومی، یه آزادی های ایجاد میکنه و اون کتاب سفیدا داستانش این بود، کتاب های غیر قانونی باید بگیم اسمش. اون فروش نشریات و اون دعواها و بحث های سیاسی و اینها من واقعا یادمه و ای کاش یه سالی بعد از انقلاب به همه گفته بودن بشینید تو خونه هاتون و فقط مطالعه کنید، نیاین فعلا با هم دیگه مناظره کنید. فکر کنم اگر این کار رو انجام دادن امروز جای بهتری بودیم. آقای ابهری، شما درباره این اولا شما وقتی صحبت میکنید اینجوری به احتمال زیاد افرادی هستن که شما رو متهم میکنن که دارید طرفداری از جمهوری اسلامی میکنید چنین و چنان، نظرتون در این مورد چیه و اوضاع و احوال ایران رو این روزها چگونه میبینید؟ من طرفدار هیچ فرقه و گروهی نیستم، طرفدار پلورالیسم هستم و همونطور که اونا راجب من اینطوری ممکنه بد فکر کنن که مثلا این اومده جمهوری اسلامی رو بقا بده یا چیز دیگه ای، منم راجب اونا فکر میکنم که اونا هم کسانی که این حرفا رو میزنن گمراه هستن، چون همه باید بقا پیدا کنیم. مسئله تنازع بقاست، مسئله اینه که با هم دیگه یک مسائلی رو کنار بیایم که با هم مشترک داریم. مسائل مشترک ما ها زیاد داریم با همه گروه ها و جناح ها، منافع و مساله ملی ایران مسئله به اصطلاح مسائل مشترک ما ها هستند و این تحولات درونی همه به این نتیجه رسیدن که یه تحولاتی باید ایجاد بشه در ایران. تحولات هم فقط اونش خوبه که به صورت بهتر شدن اوضاع باشه. من فکر میکنم اگر مردم آگاهانه و هوشیارانه نسبت به تغییراتی که در نظرشون هست اقدام بکنند و اونها رو حقوق خودشون رو بدونن، هیچ حاکمی نمیتونه بهشون زور بگه و اینم فقط یک آگاهی عمومیه، یک طرحیه که به اصطلاح داوطلبانه اگر کسی خواست گوش بکنه میتونه یه نگاهی بهش بندازه. این صفحه به چندین صفحه مختلف ربط داره، از اون اولش که به اصطلاح شروع بکنیم، مثلا اولین راجب رهبران جنبش سبز، من اعلامیه هاشون رو درباره اغتشاشات 99 که اونا هم قاطی کردن، کروبی و میرحسین موسوی، اعلامیه ای دادن که خیلی یک طرفه بود. به نظر من آدم باید خیلی متعادل صحبت بکنه و اونا متعادل نبودن، اونا قاطی کردن. اعتراضات بنزین رو با اغتشاشات پس از بنزین به نظر من قاطی کردن. اینجا من یه خطکشی با اون دارم که به اصطلاح کسی فکر نکنه من جزو اصلاح طلب هستم، خدای نکرده، بنده هیچ گونه رقابتی با هیچ جناحی ندارم. اگر احساس کنم اشتباه میکنن اشتباهشون رو میگم و به هر حال این یه مختصری راجع به اونه که اونها هم به نوعی خیال میکنن اگر در قدرت از بالا مثلا یه تغییراتی ایجاد بشه به اصطلاح میتونن مشکلات ایران حل میشه. بعد پایین تر در صفحه چه باید کرد، اینجا چون به اصطلاح شیعه 12 امامی حاکم بر ایران به اصطلاح بسیاری از خرافاتش منبع حدیثی داره و اگر اون منابع حدیثی رو حدیث رو از شیعه به اصطلاح بخواهیم که در این باره از مراجع مختلف از افراد حکومت بگیم فقط اون چیزی که در قرآن هست شما اعمال کنید، اون چیزی که در قرآن هست، قرآن میدونین
راهنمایی برای پرهیزکارانه، نه برای هر کسی. ولی برای پرهیزکاران هم حتی حجاب اجباری وجود نداره، تحمیل حجاب به دیگران وجود نداره. عرضم به حضورتون محدودیت‌های خاص در ماه رمضان ایجاد کردن برای مردم، رستن اجباری رستوران ها، شلاق زدن روزه‌خوار، اینا هیچ کدومش در قرآن نیست. اینا همگی با حدیث سر هم بندی شدن و اگر ما اینا رو حذف بکنیم، هم حجاب آزاد داریم، هر کسی دلش خواست حجاب داشته باشه، هر کسی دلش خواست به اصطلاح روزه بگیره، نخواست روزه نگیره، اینا چیزایی هستش که خود مذهبیون و به اصطلاح کسانی که به معتقد به جمهوری اسلامی هم هستند خیلیشون به این نتیجه رسیدن. و من فکر میکنم این ساده ترین راه تغییرات هست که ما بگیم از قرآن و به قرآن به اصطلاح فقط استناد بکنید، چون میدونین منابع شیعه با منابع سنی فرق میکنه و ما چندی میلیون در تمام مرزهای ایران از کردستان، بلوچستان یا به اصطلاح اینور اونور ترکمنها خیلی سنی داریم. اگر فقط به مرزهای قرآنی تکیه بکنیم، اونها هم جزوی از ما میشن، به اصطلاح چیزی هستش که با اونها مشترک داریم، زبان مشترکی هست، قانون مشترکی هست که فقط 6336 آیه هست و زمینه اختلافمون فقط محدود به اون میشه. بعد عرضم به حضورتون دیگه از چیزهای دیگه که به اصطلاح در این صفحه چه باید کرد، دوستان میتونن خودشون بخونن. میخواین الان ساعت حدود 22 دقیقه از شروع برنامه میگذره، نمیدونم اگر همین جهاش سوالی چیزی شما دریافت میکنین، چون کنترل دست شماست، من هیچ چیزی رو نمیبینم تو فیسبوک و اینا، من فقط دارم صفحه خودمو میبینم که بعد از اونجا هم درباره اسرائیل هم یه صفحه گذاشته شده اونجا که رفتار قرآنی با اسرائیل هم برای ما خیلی خوبه و ارزم به حضورتون همین این ممنوعیت قانونی. من برای شما این برنامه رو فرستادم، تو قسمت پیام‌های خصوصیتون هست، اونجا برید بعد شیر کنید با دوستانتون. ضمناً دوستانی که اینجا هستن، اولا ازشون تشکر میکنم، اگر درباره صحبتایی که آقای عبری کردن صحبتی دارن، سوالی دارن، نظری دارن، توی فیسبوک بنویسن. اگه این برنامه رو بعداً تماشا میکنید، از طریق تلفن، ایمیل ما هست info@mardomtv.com و شماره تلفنمون هم هست. بذارید من اول اینو نشون بدم، info@mardomtv.com شماره تلفن هست 202-695-2573. اگه تون میگم به دلیل این است که نوشتیم و شما میتونید ببینید، میتونید تلفن بزنید، پیام بذارید، میتونید تکست ارسال کنید. و وبسایت خود آقای عبهری هم looking for truth، یعنی به دنبال حقیقت یا چه باید کرد هست، میتونید اونجا هم از طریق قسمت کانتکت باشون تماس بگیرید. و فیسبوک ایشون رو هم با همین اسم بسیار ساده، بها عبهری، نشون میدم، اونجا میتونید با ایشون تماس بگیرید. آقای عبهری، من لب مطلب خلاصه صحبتهای شما این فهمیدم که شما میگید سر اختلافات با هم مجادله نکنیم، بیایم سر اونهایی که وجوه مشترک با هم مصالحه کنیم یا کامپرمایز. کامپرمایز یک کمی یعنی کوتاه بیایم. فعلا بعضی ها میگن خب خیلی ها این حرف رو میزنن، بعد وقتی که خودشون قدرت گرفتن یا میکروفون رو در دست گرفتن یا بلندگو رو در دست گرفتن، اون وقت هرچی میخوان میگن. یکی از صحبتهایی که من همیشه با شما دارم، شما به قرآن زیاد تکیه میکنید. این رو ما داریم، میگن که اونایی که فقط یک کتاب رو میارن و میگن این کتاب جواب تمام پرسش‌های شما داخلش هست، معمولا به اینجا ختم میشه که امروز میبینیم در قرن 21 رئیس جمهور آمریکا با این همه که دکترا و به اصطلاح ساینتیست ها، عالمان میگن که باید مردم در خانه باشن، بله آقای عبهری قطع شد صداشون، آمده در خانه باشن، این آقا میگه که برای ایسترن بریم و در کلیساها باشیم. که البته من یه ویدیوی ببخشید صداتون قطع شد. بله
یکم قطع و وصل شدیم، حالا آمدیم. جناب سروی صداتون قطع شد الان. شما اونجا یک کاری کردی قطع شد تصویرتون، میخواد دوباره بهتون زنگ بزنم. الان صداتون قطع و وصل میشه، اگه لطف کنین دوباره بزنین شد کالکشن بهتری داشته باشین. اینا بعضی وقتا توی کیفیت تماس به اصطلاح اشکالی پیش میاد. من شنیدم زوم خیلی خوبه. آقای بها اپری خودش هم اومده به صفحه ما، شاید این اشکال باشه، چون من به دوستان میگم که موقع استفاده از اسکایپ سعی کنید تمام چیزهای دیگر رو ببندید، حتی بذار بهشون زنگ بزنم. اینجوری تلفنشون اینجا هست و با این همه دستگاه ها و اینها هر روز ماها از هم دورتر میشه. آن دوستان، در این ایامی که تنها نشستید یا با فامیلتون هستید در خونه، میتونید از طریق زوم با دیگران در تماس باشید. زوم یه برنامه مثل اسکایپ ولی بندویت کمتری استفاده میکنه و با تعداد بیشتری شما میتونید همزمان در تماس باشید. بذارید من به آقای اپری بگم. بله سلام دوباره. بله بله، یه اشکالی پیش اومد. شما فکر کنم از زمانی که اومدید رو فیسبوک ما این صدا تصویر قطع شد برای یه لحظه، بعد صدا قطع شد. الان صدای منو دارید؟ بله الان صدا. خب بسیار عالی، همینجوری ادامه بدید. اونو نشنیدم، قطع وصل میشد. بله، اون ماجرایی که وقتی شما به قرآن به اصطلاح اشاره میکنید و اینجوری صحبت میکنید، بله بله، میگن که از اینجور چیزا جناب سربی از این بی‌اعتمادی ها دامن زدن خیلی زیاد میتونه باشه. توجه بفرمایید که گوینده اینجور حرفا کیا هستن، که کسی که یک کتاب داره فقط. نه ببینین، یک قانون طبیعت وجود داره، یه چیزی هست به نام نچرال لا، هیچ وقت عوض نمیشه نچرال لا. توجه کردین چی میگم؟ اینا رو من دیدم طرفداران بهرام مشیری و اینا این برانور زیاد میگن، که کسی که مثلا به یک کتاب معتقد باشه حتما آدم متعصبیه یا باید بترسیم ازش. نه، این چرت و پرتا فقط در اون فرهنگ مفهوم پیدا میکنه. یه چیزی وجود داره به نام نچرال لا، همیشه به اصطلاح در قانون جاذبه زمین، طرز رفتار جنسیت ها مثل زن ها مثل مرد ها، اینا با اینکه از دو به اصطلاح با اینکه هر دو انسان هستن ولی دو خواسته متفاوت دارن، دو به اصطلاح نیازهای متفاوتی دارن، توانایی های متفاوتی دارن، اینا قرار همدیگر رو کامل بکنن. وقتی که من به این قانون معتقد شدم، این نچرال لا در همه زمان ها به اصطلاح حاکم هست. تمام ادیان بر اساس نچرال لا ساخته شدن. در حقیقت اگر کسی که به قرآن معتقد باشه، تمام ادیان رو یک دین میدونه، دین واحد خداشناسی، دینی که به خداشناسی و رستاخیز به عنوان بخشی از آن در همه ادیان وجود داره، بقیهش هم انجام کار نیک، انجام عمل و صالحاته. در اسلام هم همینطوره، در یهودیت هم همینطوره، در مسیحیت هم همینطوره. اون چیزی که ما سرش اختلاف پیدا میکنیم اینه که مسیحی‌ها دوست دارن بگن حضرت عیسی مثلا یه موجود خیلی خاصی بوده که فقط باید بهش اعتقاد داشته باشی تا به اصطلاح چه میدونم سیف بشی، و پیغمبر ما برتره. مسلمان ها ممکنه بگن که نه، محمد پیغمبر برتریه، در صورتی که هیچ کدومشون ادعای برتری بر هیچ کس دیگه ای نداشتن و همون کتابشون هم یک کتاب. در حقیقت در همگی بعدی ها از خرافات قبلی ها صحبت شده و بقیهش تصدیق شده، یعنی قرآن مصدق انجیل و تورات هست. خرافاتش هم گفته شده که مثلا در مواردی تعویض شده، اینا بخشی از کتاب خدا نیست.
شما وقتی میگین مصدقه یعنی که گواهی میده که این درسته، اگه کسی کتابی رو قبول داره و میگه این درسته، دیگه چه الزامی داشته که یک کتاب جدید را بندازن و چرا خودشون بهش برای اینکه مذهب سازمان یافته بشر مذهب سازمان یافته رو میسازه، خودش رو هم اسیر اون میکنه و مذهب سازمان یافته دین رو تغییر میده یواش یواش. ما میدونیم که مثلا انجام کار نیک، عمل الصالحات در رأس همگیش انفاق، مثلا در قرآن حاکمه، در قرآن انفاق به اصطلاح به عنوان یک کار نیک ستوده شده، بزرگترین کار نیک، یعنی بالایی ها به پایینی ها برسونن، بالا دستی ها به پایین دستی ها اجازه بدن اون آب روان برسه. خب این تبدیل شده به عزاداری، تبدیل شده به بزرگ کردن این شخصیت، بزرگ کردن اون شخصیت، و از خداشناسی وارد یه چیزای دیگه شده. در نمازشون باید بگن، همه باید بگیم یعنی و کبر و تکبیر، خدا رو بزرگ بکنیم، ولی در نماز میریم یه حرفای دیگه ای هم میزنیم که نمیشه اسمشو گذاشت بزرگ کردن خدا، میشه بزرگ کردن اشخاص. بنابراین شیره و اندیشه همه ادیان یک دین هستند از نظر به اصطلاح قرآن، و اینکه کسی به یک کتاب معتقد باشه نباید ترسی در دیگران ایجاد بکنه. این فقط به اصطلاح چیزی نیستش که بخواد به زور به کسی تحمیل بشه، این همش بر اساس اختیاراته، بر اساس پرهیزه. یعنی کسی که به پرهیز معتقد نباشه این کتاب برش قابل استفاده نیست، بعد از یه چیزایی که دوست داره پرهیز بکنه تا به اصطلاح هدایت برسه. ببینید آقای ابهری، شما وقتی میگین که این کتاب برای پرهیزگاران هست، یعنی اونایی که پرهیزکار هستن و پرهیزگار هستن به نظر من احتیاج به هیچ کتابی نداره. این نظر من. خب این نظر، خب همین جوش توقف کنیم تا میشه که من متوقف کنم. کی میگه کسی که از راه پرهیز حاضره از یه چیزایی که دوست داره پرهیز بکنه، چرا میگین احتیاجی به کتاب نداره؟ من این سوال از شما بکنم. برای که دیگه این کارهای خلاف انجام نداده، پرهیز کرده که نه حاضر یه چیزایی رو که دوست داره بذاره کنار، ولی هنوز این احتیاج به هدایت داره. چرا شما میگین نه این احتیاج به هدایت نداره؟ یه هدایت نشده، این میخواد هدایت بشه ولی حاضر بهاش رو بپردازه. چرا میگین احتیاج به کتاب نداره؟ خب گفتم من نظر من اینه. ببینیم دوستان اگه نظر حالا شما همون نظر شما رو میپرسن. یه نفر هست که حاضر بهای چیزی رو که میخواد به دست بیاره، اسمش رو میذاریم هدایت، بپردازه با پرهیز کردن یه بهایی بپردازه. چرا احتیاج به هدایت نداره؟ من هنوز نفهمیدم. شما میپرسید، بذارید من جواب بدم. مثل این میمونه که شما راننده خوبی باشین، جریمه هم نگرفته باشید، ولی منی که بیمه ماشین میفروشم به شما بگم شما باید سالی یه بار برید کلاس، بعد این کتابم هم همیشه باشه، هر شب بخونیدش که جلو مردم نپیچ، پشت سر مردم بوغ نزن، تون نرو. شما میگی آقا من که این کارا رو انجام میدم. اینه که شما میشی پرهیزگار، اون یکی نمیشه. ولی برگردیم به این موضوع، شما میگی این کتاب اینجوریه. شما وقتی از قرآن صحبت میکنی، من میگم خب به نظر میرسه که قرآن و اسلام و اینا چیز خوبیه، همه میتونیم، مثل آقای میرزا آقاسی وقتی صحبت میکنن همه میگن آقا اگه اسلام اینه ما اسلام رو میخوایم، ولی اسلام اونه که کتاب رو که طرف به دست گرفت میگه اونی که این کتاب قبول نداره بزن سرش و گردنش رو بزن، یا اون بسم الله قاسمین جبارین میاد با رحمان و رحیم شروع میشه، بعد قاسم جبارین رو میکشه جلو. اینا هست خب، که همینجا متوقف بشیم دیگه که بله متوجه سوالتون الان شدم، میخواین حالا ادامهش بدین یا نه؟ شما بفرمایید، شما بفرمایید. بله این چیز بشری هست، بله، که حرفش رو عوض میکنه. ما قرار نیست که همه دنیا رو بتونیم هدایت بکنیم، ما فقط اون چیزی که به نظرمون میرسه میتونیم برای خودمون اول عمل کنیم و دیگران هم بگیم که خب این امتیازات رو داره. در مورد این که یک باور عمومی الان رایجه که من برای دو نفر در حقیقت فرستادم، یکیشون زنده یکیشون فوت شده، دو برادر، که گفتم اگر شما معتقدید قرآن دستور قتلی به جز دفاع داره، من هر چیزی که دستور قتل هست برای شما میفرستم، که 240 خورده ای
واژه قتله، یعنی نه اینکه لزوما دستور قتل باشه، 11 تاش مثل اینکه دستور قتل داره و اونا هیچ کدومش شروع حمله‌ای درشون نیست. این باور رایج عمومی که شما می‌فرمایید که آی اومدن بسم الله الرحمن الرحیم رو تبدیل کردن به قاسم الجبارین، من میگم اون با هر ایدئولوژی اینطوری هست، ولی اگر فکر میکنین در قرآن یه همچیزی وجود داره، یه همچی دستوری وجود داره، اصلا نداره، اصلا یه همچیزی نیست. و من و شما و دیگران، حتی کسانی که اعتقادی به قرآن نداره، بعد نیست یه نگاهی بندازن ببینن اون چیزی که به اصطلاح دشمن فرضیشون هست، دشمن ایدئولوژیکشون هست، چی داره میگه. و یه همچیزی نداریم اصلا. بله بسم الله قاسم الجبارین هست، برای اینکه جبار خب قاسم میخواد دیگه، این چیزی، ولی دستور قتلی وجود نداره برای دیگراندیشان. به نظر میاد خود شما دانشتون درباره قرآن زیاده که میتونید بشمارید بگید 240 تا اینجوری هست، 11 تاش دستور قتل میده یا قتل، 11 تاش هم دستور دفاع داره. بله. اجازه قتل در هنگام دفاع. آخه اگر ما کتاب قانونی بدونیمش، وقتی که دستور دفاع میده باید دستور قتل در دفاع هم وجود داشته باشه، وگرنه کتاب کامل نخواهد بود. ولی دستور تهاجم به اصطلاح شروع تهاجم به هیچ کسی نمیده. نه، اینو من پاش هستم و $1000 به اون دوتا برادر گفتم که یکیشو اگر نشون بدین، یکیش رو در کتاب زرکوب هست، در کتاب فولادوند راجع بهش خیلی صحبت کرده، بهرام مشیری راجع بهش صحبت کرده، همگی اینا صحبت کردن، ولی قرآن آیه های مشخصی داره، قرآن در دسترس همه هست. و من این چالش $1000 رو برای دو نفر گذاشتم که بیاین ببینین کجای قرآن هست که شما ابتدای به ساکت بتونی کسی رو بکشی، چون طرف متفاوت فکر میکنه، یه همچیزی نیست. پس بنابراین امیدوارم که جواب شما رو داده باشم. ولی شما گفتین این دو نفر یکشون زنده است، یکشون در قید حیات نیست؟ بله بله بله. طفلی اونم $1000 قرار بود از ما ببره که یه دستور قتل نشون بده در قرآن که بله. خب پس اینجا ما از دوستان دعوت میکنیم اگر کسی باور داره که قرآن دستور قتل مخالفین رو داده، ابتدا به ساکن ها ببینیم در بله. دفاع یعنی همینجور تو خیابون رد بشه در بله در دستور شما... قتل در هیچ جایی نیست. بله ممنونم از شما. این ماجرای دفاع این خیلی چیزها رو جستیفای میکنه، توجیه میکنه. مثلا زمان جورج بوش گفت ما برای دفاع از مملکتمون باید حمله کنیم به کشورهایی که فکر حمله به ما داره. یعنی من میتونم تو خیابون رد بشم، هر کسی رو با اسلحه بکشم، بگم این فکر اینو داشت که فردا منو بکشه. الان شما به نظر من میاد دارید توجیه میکنید اون قتلو و اینا رو در قرآن دارید توجیه میکنید و میگید که بله به عنوان دفاع هست. دفاع موقعی هست که حمله ای انجام بشه. بله همگی اینا همینطوره، همگی اینا دستوراتیه که مشخصا ذکر میکنه که اگر حمله ای به شما انجام شد. بله یعنی یه آیه و دو آیه قبل و بعد از همون آیاتی که همه جا لیستاش وجود داره نگاه بکنید متوجه میشید که بله دستور دفاعیه در مجموع. خب حالا در این رابطه با توجیه هم نمی کنم، همونی که هست میگم، چون در دسترس شما هم هست. شما الان برید تو همین کامپیوتر قرآن هم احتیاجی نداشته باشین، تو گوگل بزنین قرآن یا برین parseqoran.com با قرآنش رو با کیو تلفظ کنید و نگاه بکنید، سرچ انجین های خوبی هم هست، همگی همون 240 خورده ای را میتونین بکشین بیرون. خب آقای عبدالی بیایم یه مقداری به زمان حال و این ماجرای ایران، آمریکا، دنیا و این کرونا. شما این چیزایی رو که میگن دسیسه از کرونا رو خود انسان ساخته، یکی میگه چین ساخته که به جون آمریکا بندازه، یکی میگه آمریکا ساخته که چین رو از اون سرعتی که در به اصطلاح گرفته بود و به سوپر پاور دنیا تبدیل شده بود بازدار کنه، و یا خامنه ای میگه که
اینها ساختن، حتی آمدن مطالعه کردن رو ژن ایرانی ها، کرونا رو ژن ایرانی ها بیشتر اثر میذاره. البته دیدیم که دیروز و امروز و اینها آمریکا نفر اول شده در تلفات و فکر کنم ایران هشتم یا نهم باشه. نظرتون درباره این و دسیسه تئوری چیه؟ والله این بخش از شایعات نیست، من جوابشو میدم. من یه استانداردی دارم که تا وقتی چیزی برام ثابت نشده باشه نمیتونم صحبتشو بکنم. این تئوری توته و اینا هم تئوریای کشور جهان سوم میدونم که خودشونو مشغول میکنن، یه سرگرمی شده دایجان ناپلون اینا، و در حد همون بهش نگاه میکنم. اگر یه روزی چیزی ثابت باشه که مثلا به اصطلاح مشکل جنگای بیولوژیکی و اینا بوده، خب حتما همه بشریت باید بهش نگاه بکنه، ولی تا وقتی نه شاهدی هست نه سندی هست نه میدونین اینا، یه مقداری برای من همون ناپرهیزی های بشریه. دوست داریم یه چیزایی رو خودمون رو مشغول کنیم. بسیار ممنونم. من صفحه فیسبوک شما رو به دوستان نشون میدم، دوستان بهاابهری.com روی فیسبوک facebook.com/ یا ممیز بها ابهری، و عکسش هم میبینید. ایشون دو تا صفحه داره ولی یکیش فکر کنم بیشتر فعال است، همین که هر دو هم کاور پیج و هم پروفایلش عکس خودشون هست، اینه من بهتون نشون بدم دوستان. و میبینم که شما بعضی وقتا نوشته های دیگران رو میذارید روی فیسبوک و یا انتقاد میکنید یا تایید میکنید. مثلا خانم مسیح علی نژاد نوشته بود که جمهوری اسلامی میخواهد از مرگ انسانها به عنوان سپر انسانی استفاده کند برای شکستن تحریم و فقط پول نقد میخواهد تا به حزب الله و بشار اسد بفرستد. برای همین کمک های درمانی و پزشکان بدون مرز را، همونجوری که میدونید پزشکان بدون مرز را از ایران اخراج کردن. نظرتون در این موارد و اون اصطلاحی که شما به کار میبرید، رسانه هایی که به اصطلاح از جای وجود مخالفت جان بحثشون، خانم علی نژاد هم هست دیگه متاسفانه. اینجا مزایا داره، حقوق داره و این تحریما رو همیشه مشوقش بوده. من در انجام چه باید کرد از دعوت هایی که کردم، من در خیلی از گروه ها هستم، ولی هر گروهی رو که در فیسبوک، هر گروهی رو که حتی احتمال بدم که اینا مثل مسیح علی نژاد وابسته به بودجه خارجی هستن و اینا، برای گفتگو امروز دعوت نکردم. و هر کسی هم که بخواد به اصطلاح کاری در این زمینه بکنه، اولین شرطم اینه که مطمئن باشم بودجه مخالفت رو محکوم میکنه، دریافت بودجه مخالفت رو محکوم میکنه، انتقال خبر از این آدمایی که من مزدور اینا رو میدونم، تمام افراد صدای آمریکا، از مهدی فلاحتی پور هم یه هفته پیش یه دونه ویدیو گذاشتم که دیدم چقدر دروغ ها به خامنه ای بسته و اون رو فقط به عنوان کتاب صحیفه سجادیش معرفی کرده بود، در حالی که همون سخنرانی خامنه ای با همون ستاپ اولش توصیه های شدیدی به رعایت مقررات پزشکی داشت و دستورات بهداشتی که در مملکت هست اونا رو واجب و لازم دونسته بود برای حفاظت خود افراد و حفاظت خانواده هاشون. و من فکر میکنم این چیزیه که در ایران داره کار میکنه. چیزی که کار میکنه رو ما احتیاج نیست عوضش بکنیم. بنده ممکنه با مرجعیت اصلا موافقتی نداشته باشم که همینطور هم هست، ولی وقتی که کار میکنه، وقتی که من میبینم مثلا 10-12 تا یه دوستی در گروه های مختلف بودن، همین خوبیشه. یکی تو از همین کانال های تلگرامی یا واتساپ شیر کرده بود که 12 تا مرجع شیعه راجب دستورات اجرای دستورات بهداشتی کرونا مشخصا فتوا دادن. این خیلی خوبه به نظر من. این نهاد رو، اگرچه من بهش ممکنه معتقد نباشم، اگرچه معتقدم نباید در حکومت نقشی داشته باشه، حتی به موجب قرآن هم نهادهای مدنی هستن که باید به صورت جامعه رو اداره کنند، نه کسی با زور، نه کسی با به اصطلاح تحمیل خودش. اینو برای دوستان تو وقتی میبینم نهادم داره کار میکنه به نفع مردم هست،
من بهشون احترام میذارم، باید هم احترام بذارم فکر میکنم، و در یک پلورالیزم باید یاد بگیریم که با همه بتونیم در درون این مرزها زندگی بکنیم. این پلورالیزم که شما میگین فراحزبیه دیگه نه؟ بله، به اصطلاح درباره منافع ملی اصلا مسئله تفکر خودمون، ایدئولوژی خودمون رو نباید در نظر بگیریم به نظر من. اجازه بدید تشکر کنم از آقای سیاوش محمدی. ایشون نوشتن که برخلاف سلاح‌های شیمیایی و اتمی که منشأش به راحتی مشخص میشه، منشأ سلاح‌های بیولوژی نمیشه به راحتی تشخیص داده بشه. حتی میتونه کار یک گروه تروریستی باشه یا حتی از خود طبیعت اومده باشه. این ایشون نظرش رو میگه. من ممنونم. از دوستان دیگه هم خواهش میکنم اگر سوالی دارن یا نظری دارن بنویسن یا بعدا تماس بگیرن، احیانا در برنامه‌های آینده یا در فیسبوک خود آقای بها عبهری به شما پاسخ خواهند داد. و موضوعی که هست این ماجرایی که شما میگید 12 نفر از مراجع دینی، منظورتون دستورهای پزشکی هست که صادر شده نه اون؟ بله، گفتن رعایت اون دستورات الزامی و اجباریه دیگه. خودش خیلی برای ایران این کار میکنه. من نمیتونم منکر بشم که این کار نمیکنه. همگی اونا به هر حال مقلدانی و پیروانی دارن و هر رهبری که کار درستی میکنه، هر کار درستی که میکنه، ما به تشویقش بکنیم و همزمان هم اون کار اشتباهی که میکنه باید بهش بگیم دیگه نه؟ دقیقاً. بله، وقتی مثلا همین راجب کرونا از دوست فیسبوکی های محمدی تشکر میکنم که اینو گفتم، منم گوشهام و چشمام باز هست که ببینم چه به اصطلاح جنگ بیولوژیکی بوده و اینا، ولی فعلا هنوز هیچی نیست به جز گمان زنی. هیچی دیگه من ندیدم، کسی سندی داشته باشه، کسی ادعایی داشته باشه، کسی پا بیش بذاره بگه من بخشی از این جریان بودم یا بخشی از این جریان رو میدونم. خب این حساب احتمالات دیگه. بله این احتمال وجود داره، بله احتمال وجود داره، ولی میتونیم این بر اونبر نقلش بکنیم، یه به اصطلاح ترس عمومی ایجاد بکنیم، این بر اونبر ازش بهره برداری سیاسی بکنیم و اینا. اصلا آقای عبهری، اگه دوستان بخوام با خود شما مستقیما تماس بگیرن، چه راهی بهتر و سریعتر هست؟ فیسبوک یا ایمیل یا از طریق وبسایتتون؟ چه راهی؟ دفتر دستکی که من ندارم. همون فیسبوک و پیغامای فیسبوک، ایمیل، بله، بها عبهری یاهو، جیمیل، همگی اینا هم نوز. من همون بها عبهری هستم، نه پسمندی نه پیشمندی. بسیار ممنونم. اجازه بدیم برای دوستان بگیم بیش از همه چیز دوست دارم کامنت ها رو در صفحه چه باید کرد بگیرم و صفحه چه باید کرد رو از فقط یک اندیشه تبدیل بکنم به یه چیزی که منشأ حرکتی باشه که هر کسی بتونه اسناد قرآنی اون چیزی رو که ادعا میکنم وجود داره اون رو به بیرون از خودش ببره، در درون فرقه خودش مطرح بکنه که بابا ما درست سکولار هستیم ولی با آزادی حجاب که مسئله نداریم، اون خواسته ما هم هست، با آزادی الکل و مواد مخدر که ما مسئله نداریم. اگر این طرح چه باید کرد میگه اینا باید آزاد بشه، راه توریسم بین المللی رو اینا بسته. حالا این دیدگاهش قرآنیه، ما قرآن رو قبول نداریم، ولی به الکل، به آزادی الکل و مواد مخدر که میتونیم نگاه کنیم به کشورهای غربی ببینیم هر کجا آزاد شده، همراه خودش آبادانی آورده، همراه خودش اینا آزادی‌های شخصیه که ما باید رعایت کنیم. چی کار داریم که اسمش، حالا این طرف اسم قرآن‌های آورده نیاورده، به ما چه؟ اگر منظورش اینه که الکل و مواد مخدر باید آزاد باشه که توریسم بین المللی بتونه آزادانه بیاد ایران و بره، حجاب اجباری وجود نداشته باشه، یک جامعه کاملا به قول اینا سکولار به نظر من قرآنی ایجاد بکنیم، اگر به اصطلاح ایگو نداشته باشیم، اگر غرور شخصی نداشته باشیم، خب اسم برای ما نباید مهم باشه، باید ماهیت مهم باشه و در ماهیتش چون بر اساس آزادی های شخصی استواره پس طرح خوبیه، پس حمایتش بکنیم. چجوری حمایتش بکنیم؟ شروع کنیم همین مسئله رو، من احتیاج نیست خود همین صفحه رو بفرستن، اگر خود همین صفحه رو من بر 4 بار برای دفتر رهبری فرستادم، دنبال ایمیل نمیدونم مجلس تشخیص مصلحت نظامم هست، به همه مردم، به همه احزاب سیاسی هم تا حالا هر کس که دور و برم بوده ارائه کردم. این نیستش که فقط خود همین صفحه رو ارائه کنم، ایده ای که
پشت این صفحه هست اگر کسی رعایت بکنه، اینه که من به هدفم رسیدم. من هدف شخصی ندارم، که میگم این فکر وجود داره. به عنوان یه پیشنهاد این فکر رو من مطرح میکنم، هر کسی دوست داشت جزئیاتش رو بخونه، اسنادش رو بخوندم، در همین صفحه وجود داره، در اختیارشون هست. همین اندازه که برای خودمون اگر هر کسی مثلا متعهد بشیم که برای 5 تا نمیدونم آدم دیگه، چه مسئول چه غیر مسئول، بفرستیم این ایده رو بفرستیم، حالا سفر رو نگه نخواستیم بفرستیم، دوست داشتن سفر رو بفرستن، مجانیه، هیچ چیزی هم پشتش نیست، دوست نداشتن از طرف خودشون مطرح کنن که آزادی های شخصی بخشی از آزادی های قرآنیه، لطفا اون رو رعایت کنید. خیلی ممنون. شما به یه جوری اصرار دارین که دوستان روی صفحه وبسایتتون کامنت بذارن. من برعکس شما میگم که مردم چون میخوان خیلی زود صحبتشون به اصطلاح انجام بشه و اینها، فیسبوک بیشتر این کار رو، یعنی آسان‌تر کرده این کار رو. البته خود من مثلا روی فیسبوک، روی صفحه وبسایت شما که رفتم، مثلا اونجایی که نوشته take action اونو کلیک میکنیم، بعد نوشته under construction. خب اینا رو شما وقتی under construction باید فعلا وردارید اون چیز رو، یا باز برمیگردیم به صفحه اصلیتون یا هوم پیجتون. من میخوام یه نگاه، این رو همیشه به شما قول داده بودم که یه روزی تو برنامه این کار رو انجام بدیم و من اشکالایی که به نظرم میرسه. بعد مثلا اون ویدیوی استیو جاب رو که گذاشتی خیلی عالیه، خود من اینو تو برنامه نشون دادم، روی فیسبوک هم گذاشتم، Think Different. یعنی اگر مثل همه فکر کنیم میرسیم اونجایی که اونا هستن، و اون واقعا همین امروز که تونسته کمک کنه به 7 میلیارد آدم تو خونه هاشون نشستن ولی با هم در تماس هستن، همین از آقای استیو جاب، حالا یه جورایی هم از بیل گیتس تکنولوژی، بله همسال بله. بله. از اون اومد. من به شما پیشنهاد میکنم که شما ضمن این که خود من وبسایت مردم تیوی رو دارم، ولی اصلا اگه شما نگاه کنید دیگه کانتکتش رو برداشتم، چون صفحه کانتکت دست و پاگیره. بعضیا میگه نمیدونم بنویس اسم و فامیل و اینو اینو، بعد آخرش میگه حالا کلیک کن که من بفهمم تو آدم آهنی و ربات نیستی. آه نه، مال من اصلا این رو نداره. دلیلی که من عرض میکنم تو خود چیز، تو خود وبسایت قسمت کامنت ها بنویسین، چون ممکنه است این سوال برای خیلی های دیگه مطرح باشه و یه بار مطرح میشه. وقتی که در فیسبوک یا توییتر و اینا دوستان جواب میدن، توی اونا باید در نظر داشته باشن، من اونا رو هم جواب میدم، ولی باید در نظر داشته باشن که اونا ماندگار نیست، اونا باید کسی دوست فیسبوکیشون باشه و بره تو قسمت نظریات، خیلی مشکله که دوباره بشه پیداش کرد. بله. و بعد آدم ها هم قراره که افکارشون تغییر بکنه. بله. من دوست دارم همین باشه و به اصطلاح با قسمت های مختلف وبسایت، این به صورت یه زنجیره است، این وبسایت که به هم دیگه وصله، یه چیزی رو میپرسن که مثلا در قسمت دیگه به اندازه کافی توضیح داده شده، همین که ثبت بشه که در به اصطلاح توجه نکردن به اون موضوع این مطرح شده، خیلی خوبه، برای همه خوبه، چون این دفعه دیگه اون به اصطلاح قسمت دومش هم مطرح میشه. برای اینه که میگم ماندگار باشه جواب ها، سوال ها ماندگار باشه. ولی اگه دوستان جای دیگه هم نظر بدن، خب من وقتی دنبال نظر هستم برام فرقی نمی کنه که به صورت ایمیل باشه یا فیسبوک باشه. بسیار ممنونم، چون ما این برنامه رو خیلی با عجله به دوستان بگیم که واقعا نیم ساعت قبل از اینکه با شما برنامه داشته باشیم ما با هم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که از طریق فیسبوک شخصی من و فیسبوک مردم تیوی پخش کنیم. روی مردم تیوی دات کام هم داره پخش میشه و به زودی اون ویدیو روی یوتیوب هم قرار داده میشه. و از دوستان میخوام که یوتیوب وقتی میان تماشا میکنیم اون سابسکرایب رو کلیک کنید تا هر وقت ویدیوی ما میسازیم یا لود میکنیم براتون بیاد. شما اگر برنامه‌های بعدی بخواید زودتر به دوستان خبر بدید و یک فلایر یا لوگوی درست کنید، ما از قبل اینو میذاریم براتون روی چیز که دوستان هم بدونن چه ساعتی کی با من و شما خواهند بود. و اگر سوالی یا
نظری هم دارن، همونجوری که گفتم هم در حین برنامه زنده و هم در ساعتهایی که این برنامه ها تکرار میشه و یا روی یوتیوب میمونه و از طریق ایمیل و اینها با شما میتونن مستقیما تماس بگیرن. ما 5 دقیقه وقت داریم، شما اگر میخوان که مطالبی رو که گفتید یا باورهایی رو که دارید جمع‌بندی کنید، خلاصه کنید، با دوستان صحبتی داشته باشید، دعوت عمومی کنید، بفرمایید. من هم مثل دوستان نشستم و گوش میکنم. بفرمایید جناب صبحی. یه قسمت دیگه‌ای که در صفحه چه باید کرد هست، قسمت قوم یهود و اسرائیل هست. قرآن راهکارهای خیلی مشخصی داره، ما احتیاج نیست در تضاد باشیم. قرآن وجود به اصطلاح قوم یهود رو به رسمیت میشناسه، اونا رو اهل بهشت میدونه، البته با صهیونیسم و ظلم خیلی مسئله داره، و ولی خود صهیونیسم هم حتی لزوماً میتونه به اصطلاح در کنار ظلم قرار نگیره، ولی الان متاسفانه اینطوری هست. اینم خواستم بگم بعد عرضم به حضورتون، انجام کار نیک، عمل صالحات یا کردار نیک یکی از چیزهایی هستش که جامعه مدنی رو میسازه. این چه باید کرد فرض رو برای میگیره که به اصطلاح همه مردم از انجام کار هر نیک، انجام کار نیک، هر کار نیکی به اصطلاح شاد میشن، و این حرف زرتشت هست. بنابراین میتونن در انجام کار نیک، در هر چیزی که به اصطلاح کمک به دیگران و اینا درش هست، یا هر نوع کار نیکی به اصطلاح با هم دیگه همکاری بکنن. این هم یکی از چیزهایی هستش که در صفحه چه باید کرد مورد توجه قرار گرفته، امیدوارم مورد توجه دوستان هم قرار بگیره و همکاری های مشترکی مثل همینطوری جامعه غرب که ما میبینیم، دانشگاه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، اینا همگیشون به اصطلاح با خواسته نیکوکاری کسانی شروع میشن، بعد مردم دیگه هم بهشون میپیوندن و هیچ کس از هیچ کس نمیپرسه مذهب تو چیست. دانشگاه رو نگاه بکنین، همه ساختمان هایی داره اسم افراد روش هست، حتی صندلی های کنار بیت اینجا ما میریم میشینیم روشون، میبینیم اینا صندلی های هستش که کسانی برای به اصطلاح انجام کار نیکی اونها رو گذاشتن، و اینطوری هستش که جامعه ساخته میشه. در اروپا هم بعد از دوران رنسانس کلیسا رفت دنبال انجام کار نیک، خیلی هم کار کرد. تو هنوزم ریشه های بسیاری از تمدن قرم در همون انجام کار نیکی کلیساست. نگاه کنیم به حزب الله، دلیل موفقیت حزب الله در لبنان هم که میدونیم فالانجیستا رو بیرون کرد، الان یه قدرت سیاسی بزرگی هست در لبنان، همگیش با حرکت المحرومین و ایجاد درمانگاه ها. من یادم میاد که سال 1976 پدر من رفت لبنان، اومد گفت حرکت المحرومین، همون به اصطلاح امام موسی صدر، 240 تا کلینیک داره. یعنی در کارهای عمرانی لبنان حضور حزب الله خیلی مشخصه، دلیل اینکه در بین مردم ریشه دووندن و مسیحی هم حتی دوستشون دارن، در صورتی که فالاجیستای مسیحی رو اینا از لبنان فراری دادن به اسرائیل، ولی اون چی که مونده در چیز خاصیت لبنانی داره، هوا هوای ملی داره، حالا هوای ملی داره و حزب الله رو هم دوست داره، دلیلش همون کار نیک توسط حزب الله. پس برای از هر فرقه ای که هستیم ما ها خودمون رو ریپرزنت کنیم که گروه ما، جناح ما در انجام این کار نیک همکاری میکنه با دیگران، و اگر همه گروه ها و جناح ها در انجام کار نیک با هم دیگه به اصطلاح مشارکت کنن، از هم دیگر پیشی بگیرن، اوضاع جامعه هم بهتر میشه. و این هم باز دوباره یه چیز رانی هست. خیلی متشکرم از وقتتون، از وقت همه دوستان. آقای ابهری باشید. آقای جمشید قوانلو سوال میکنن از شما که نظر شما راجع به برنامه های امید دانا چیست؟ من خیلی خوشم میاد ازش به دلیل ملی بودنش. البته خب میدونین بشر همیشه جایز الخطاست، منم ایشون رو در مواردی خطاکار میبینم، ولی حداقلش و چیز بسیار زیباش اینه که آدم پشتکار زیادی داره، اونو نمیتونم منکر بشم، و ملی فکر میکنه، و کسی که ملی فکر بکنه خارج از جمهوری اسلامی و
برای من نوبره، انقدر اپوزیسیون وابسته دیدم که دیگه وقتی یه نفر از منافع ملی کشورش دفاع میکنه اون تفاوت افکار باش رو زیاد روش به اصطلاح تکه نمیکنم، خوشم میاد ازش. من یه پیشنهاد دیگه هم به شما دارم، چون در رابطه با مسیح علی نژاد گفتید که برای برنامه از اون دعوت نکردید، به نظر من اتفاقا با افرادی که باشون مخالفید و حتی فکر میکنید که اینها حقوق بگیره جاهایی هستن، فکر کنم من فیش حقوقیشو چاپ کردم، چرا میفهمین فکر میکنی؟ بله فیش حقوقیش همه جا بیرون هست، ایشون بله. کارمنده و دلیل این که دعوت نمیکنم همون دلیلیه که برای خیلی ها هزینه هستش. کسی که وابسته است احتیاجی نیست در درون یک گفتگوی ملی وجود داشته باشه. اصلا باید فکر کنیم که گفتگوی ملی با وجود اینا فقط به زشتی و دناعت یه مجاهد شما بردار بیار اینجا، این هم لوت میده هم هر نقشه ای داری که اون نوکر مزدور بیگانه است، اون وظیفه داره بیاد از درون ملت ایران اخباری رو ببره برای اربابای خودش، اون در یه گفتگوی ملی نباید شرکت داشته باشه به نظر من. بله. من باهاش گفتگویی نمی کنم، حالا دیگران میخوان بکنن بکنن، ولی من هیچ گونه رابطه‌ای با امثال مسیح علی نژاد، اینا که در تلویزیون‌های بیگانگان کار میکنن و اینا، من اصلا روی اینا هیچ گونه چیزی ندارم تا بدونم که توبه کردن از این کارشون برگشتن، محکوم میکنن دخالت خارجی در ایران رو محکوم میکنن. بله بعد به عنوان ایرانی باهاشون صحبت میکنم، ولی اینا رو من ایرانی نمیدونم که فکر کنم باید در چاره جویی یک مسئله باهاشون کاری داشته باشم. نه ما برای خودشون، ما برای خودمون، اونا برن برای آمریکا پیشنهاداتشون بدن نه به جمع ما. اتفاقا میدن هر روز پیشنهاد میکنن که برین بزنین جنگ کنید بکشید، الان مردم ضعیف شدن، موقع حمله است و واقعا دقیقاً ننگ و شرم بر اینها باد. من هم وبسایت شما رو روی فیسبوک این برنامه گذاشتم، هم صفحه فیسبوک شما رو آدرسشو گذاشتم و از دوستانم ممنونم که با ما بودن. امیدوارم در برنامه آینده دوستان بیننده و شنونده هم بیشتر شرکت کنند و حتی با تماس به شما شاید به صورت یک میزه گرد یا یک میتینگ یا یک نشست دوستانه با هم شرکت کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم از این مرض کرونا به سلامت جان سالم به در ببریم و روزهای بهتری برامون باشه. و آقای محمدی باز برای شما نوشتن که درود به جناب ابهری بابت این مرزکشی روشن. درود برشون و همه ایرانیان، متشکرم ازشون. آخر هفته خوبی داشته باشید، من این ویدیو رو به زودی برای شما ارسال میکنم. خیلی متشکرم جناب سوری. مرسی. دوستان عزیز، با آقای بها ابهری بودیم. بها ابهری رو من از سالها پیش میشناسم و ایشون وقتی صحبت از کارهای نیک میکنه به اصطلاح اون گفته زرتشت رو کد میکنه و اینها، فقط شوخی و مسخره و مثل اونایی که یک علاق زنجیر یا فرابهر میندازن تو گردنشون نیست. برید نگاه کنید خود ایشون در کارهای نیکی که در همون منطقه، و این مهمتره که هر کدومون تو منطقه‌ای که هستیم شروع کنیم فعال بشیم، از اونا یاد بگیریم که اینا چگونه به اینجا رسیدن. یک چیزی رو ایشون گفت همین کنار ساحلی که ما هستیم، این نیمکتایی که گذاشتن، دقت کنید دفعه دیگه اتوبوس که میخواین سوارشین، اونجا اگر دوتا نیمکت هست میبینید که نوشته خانواده فلانی این رو تقدیم کرده مثلا به اهالی مردم، بعد میبینید مثلا به یادبود پدرشون، و یه جا که راه میرین آجرای اونجا، سنگ فرشای اونجا رو نگاه کنید، هر کسی 30 دلار 50 دلار داده اینا رو، روزی که خواستن اونجا اون بردواک رو بسازن یا اون خیابون رو بسازن، از مردم دعوت کردن، دعوت عمومی به انجام کار نیک. در صورت من امیدوارم این برنامه رو مخصوصا توی ویکند داشته باشیم و دوستان دیگه هم از هر عقیده، فکر، مسلکی میتونن در برنامه ها شرکت کنن. و درست برعکس آقای ابهری که میگه من با مجاهد صحبت نمی کنم، من اتفاقا عاشق و کشت و مرده این هستم که مجاهده رو بیارم اینجا باهاش صحبت کنم و مثل این بارها گفتم روی این میز تشریح ما این جنازه رو باز کنیم و ببینیم که تو مغز این دیگه اثری از اون
فسفر و اینها مونده یا همه گچ شدن. دوستان عزیز باز هم از شما ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو اگه میتونید حمایت کنید، برنامه‌های سربی با مردم فعلا به دلیل همین بازار راکد همه چیز واقعا از هفته 3 روز به هفته 1 روز تقلیل پیدا کرده. امیدوارم با حمایت های شما بتونیم دو روز سه روز که هیچ، هر روز با شما باشیم، یه روز با آقای لادن باشیم، یه روز با آقای عبهری باشیم، یه روز با آقای فرزاد نیساری باشیم، یه روز با شما باشیم، یه روز با سعید باشیم، راجع به کارهای کامپیوتر و اینها توضیح بده و الی آخر ما میتونیم یک جامعه خوب و مفید داشته باشیم. و باز هم ممنونم از بها عبهری که با دعوتی که از من کرد به برنامه‌اش و اینجوری شروع شد. اون فلایری که درست کرده بودن برای من فرستادن و گفتم که من به ایشون گفتم من نه آدم سیاسی هستم، نه اکتیویست هستم، نه فعال هستم و من چیزی ندارم برای مصاحبه و من یه تیوی هست یا مجری هستم. ایشون گفت خب همون کار مجریگری تو بیار و کمک کن به این برنامه و من گفتم چشم و در خدمت ایشون بودم. خیلی هم خوشحالم، به نظرم برنامه خوبی بود. امیدوارم از این برنامه ها بیشتر داشته باشیم. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. سعی کنید همون جوری که آیات عظام گفتن و پزشکان گفتن، دستورات پزشکی و رعایت بهداشت رو انجام بدید و به دنبال افراد شارلاتانی مثل ترامپ که میگه برین کلیساها رو پر کنید در ایسترن نباشید. ویدیوهایی ساختن، حملات شدیدی شده و بهش میگن که اول خانواده خودت رو بفرست توی کلیسا، اول خانواده خودت رو بفرست سر کار، بعدن بگو مردم گفتن ما میخوایم بریم سر کار. مردم اینقدر عاقل هستن که میدونن با یک ماه دو ماه تو خونه موندن افراد دیگه کشته نمیشن، ولی شما پولدارها همشون نه، شما شارلاتانها براتون جان مردم ارزش نداره و حاضرید مردم رو بفرستید سر کار، محیط کار رو باز آلوده کنید، آغشته کنید به این میکروب، به این ویروس و بفرستنشون کلیسا، چون میدونید اون کسی که میاد کلیسا حتی اگه بمیره هم باز برای کلیسا درآمد داره. یعنی دوستان اینها هم مثل سازمان مجاهدین از مرده مردم بیشتر استفاده میبرن، چون زنده باید نون و خرج و وسایل و خدمات ارائه کنن ولی مرده ازش فقط سوء استفاده میکنن. ببخشید اگه من چند دقیقه بیشتر صحبت کردم. میگن دیگه، میگن این گویندگان رادیو تلویزیون میکروفون خورن، ما پاچه خور نشدیم، میکروفون خور شدیم، میکروفون گیر بیاریم و نمی کنیم. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و روزهایی روشن‌تر. مرسی.